سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز، کشته شدن غیر نظامیان در حمله پهپادی آمریکا در کابل، رئیس پنتاگون آزارخواهی کرد. ادامه روند تعلیق دسترسی به منابع مالی و همچنان در پایان، پنشیر ناشناس، شهر بدون سیب و توت. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب سمارت خوش آمدید. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: پنشیر ناشناس، شهر بدون سیب و توت. ژیلا بنی یعقوب: چند روز است که دوستانم ویدیوهای را از پنشیر برایم میفرستند و میپرسند دیدی؟ دست و دلم نمیرفت که ویدیوها را باز کنم. تحملش را نداشتم که پنشیری را ببینم که میگویند پای طالبان به آنجا باز شده. بالاخره هر جور که شده ویدیوها را دیدم. در واقع فقط یکی را تا قضا آوردم تا انتها ببینم. آنها که پنشیر واقعی را دیدند میدانند این ویدیوها تازه تصویر حقیقی پنشیر نیست. پنشیر برای من جاده های زیبایی است که هر سویش انواع و اقسام مغازه های باز بودند. دست فروش های خندانی که سیب پنشیر می فروختند، دکان هایی که توت پنشیر را با تا تعارف می کردند، کودکانی که بازی می کردند، مردم مهربانی که تا می فهمیدن ایرانی هستی مهربانیشان دوچندان می شد. پنشیر همان جایی است که به خانه پدری فهیم دشتی در کنار رود خراسان رفتم و فرزندانش در خانه پدر بزرگ شاد و سرحال بازی می کردن و پدرشان با لذت نگاهشان می کرد. همانجا که سیاره دشتی با عشق زیاد درباره همسرش فهیم برایم می گفت، پنشیر یعنی تپه سریچه و بازارکی که پر از زندگی است. همان جایی است که با فهیم جان و توحیدی صاحب به دیدن باغ پرسیب مسعود رفتیم. همان جایی که با احمد مسعود مصاحبه کردم. همان جایی که خانواده مهربان مسعود را دیدم. من این پنشیر را که ویدیوهای تازه نشان می دهند نمی شناسم. شهر بدون سیب و توت، شهر مرده، مغازه های بسته، خیابان هایی که کسی در آن نیست، مردمی که در حال فرار به کابل هستند، نه آنجایی که پنشیر نیست که من می شناختم. انگار رود پنشیر نیز دیگر مثل سابق خروشان نیست. شاید پنشیر واقعی ما همان دره هایی باشد که هنوز به تصرف طالبان در نیامده و همچنان آزاد است. همان جایی که احمد مسعود و رزمندگان مقاومت دره به دره، کوه به کوه در آن مقاومت می کنند. در همین حال کشته شدن غیر نظامیان در حمله پهپادی آمریکا در کابل، رئیس پنتاگون آزارخواهی کرد. رئیس پنتاگون به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله پهپادی آمریکا در کابل معذرت خواهی کرد. با گزارش اسپوتنیک، لوید آستین رئیس پنتاگون اعلام کرد که به زیر دستان دستور داده است که تجزیه و تحلیل کاملی از تحقیقات در مورد حمله پهپادی آمریکا در کابل که در 29 آگوست رخ داده بود انجام دهند. او گفت: ما معذرت خواهی میکنیم و تلاش داریم از این اشتباه وحشتناک درس بگیریم. برای این منظور من دستور بررسی کامل تحقیقات را که به تازگی توسط ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تکمیل شده است دادم. من این درخواست را کردم تا میزان تحقیق و بررسی همه زمینه ها و اطلاعات موجود مشخص شود. این در حالی است که جنرال کند مکنیز فرمانده ستاد مشترک ایالات متحده نیز معذرت خواهی کرد. قابل ذکر است که مقامات آمریکایی به رسانه ها گفتند که در عملیاتی که شامل موشک پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین بود، یک بم گذار انتهایی را در خودرویی که قصد انجام حمله در فرودگاه کابل را داشته هدف قرار داده است. در همین حال ادامه روند تعلیق دسترسی به منابع مالی، صندوق بین المللی پول از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد. هشت صبح کابل.
صندوق بین المللی پول IMF اعلام کرد که هرچند شرایط اقتصادی افغانستان نگران کننده است، اما این نهاد تا زمانی به رسمیت شناختن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی تعاملش با افغانستان را در حالت تعلیق نگه می‌دارد. این نهاد اواخر روز پنجشنبه 26 سنبال از وضعیت اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول، گفت که تعامل این نهاد با افغانستان تا زمانی که جامعه جهانی در مورد به رسمیت شناختن طالبان شفاف سازی نکرده است، متوقف میماند. او تاکید بر متوقف گیری قبلی این نهاد افزود که افغانستان همچنان به منابع صندوق بین المللی پول حق برداشت ویژه SDR و سایر موارد دسترسی نخواهد داشت. با این حال رایس از کشورها و نهادهای بین المللی خواست که اقدامات فوری را برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان روی دست گیرند. با گفته سخنگوی صندوق بین المللی پول، در حال حاضر تمرکز فوری باید روی وضعیت انسانی و کمک رسانی به مردم افغانستان باشد و کشورها اجازه جریان حواله و انتقال محدود پول را به شهروندان افغانستان بدهند. صندوق بین المللی پول همزمان با این متوقف گیری گفته است که بانک های افغانستان در حال حاضر با کمبود پول روبرو هستند و اگر به ذخایر ارزششان در خارج از کشور دسترسی نیابند، احتمال دارد که روند ارائه خدمات را متوقف کنند. این نهاد در واکنش به تسلط طالبان بر افغانستان در 27 اسد اعلام کرد که افغانستان به منابع پولی و صندوق بین المللی پول دسترسی نخواهد داشت. به این ترتیب صدها میلیون دلار از جمله 370 میلیون دلار که برای مبارزه با کرونا اختصاص یافته بود در این نهاد مسدود شده است. گفتنی است که آمریکا نیز یک ماه پیش از دسترسی نداشتن طالبان به حدود 10 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی در آن کشور خبر داده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشین. تا ویدیوی دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود.